وقت زلزله اتفاق میفته پیش زلزله قبل از زلزله زلزله خفیفیه که پیش از زلزله اتفاق میفته فاصله اینا دوره وقتی که به زلزله اصلی نزدیک میشه فاصله زمینی تناوب زمینی کم کم میشه تا به زلزله اصلی میرسیم پس که بالا رفت پس لرزه ها زیاد 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 کم شده میره در زلزله هرات هم ما شما پس لرزه ها دیدیم اما اون روز چند مرتبه میشد با حجم بالا هی کم شده میره حجم هم کمتر شده میره فاصله زمینی هم حالا حتی چند روز باز یک زلزله پس لرزه مثلا نسبتا قوی داریم هی فاصله زیاد میشه و میدادید میره بالا پس میره پی و میدادید پیش لرزه لرزه پس لرزه به یه داد لرزندگار هم ابتدایی ترین از جنبیده بده یعنی بوی آویزان بده زلزله که اتفاق بوده اتکان میخواد کاغذ تیر میشه اینجا پنسل بده این چی میکنه ترسیم میکنه و حالا ما شما دستگاه های دیجیتال داریم نصب به سایت ها متصل به صورت آنلاین همه دن بریم ما شما چی میگه این هم گرافیه که موج فرست ویف یا فرست بی ویف فرست دیس ویف این دوتا موج اولیه که قدرت اینا کمه هم که موج سطحی میرسه سرفیس می زیاد میشه زلزله که مثلا هرات تجربه میکنه در اونجا هم تکان خواه میقدره این هم تایمیه که اینجا ثبت میشه و از اون برای ما میگه که زلزله چند ثانیه طول کشید اونجا نقطه از اون از ثانیه چند تا ثانیه چند بوده ثبت میشه دستگاه زلزله سنجه که به خواجه سیبه او هم به دستگاه های بین المللی وصله که برای ما شما میگه یا دستگاهی که اخیرا تیم زلزله هرات به مشهد وصل نصب کردن که واسه شکستگی ها پیدا کردن از سوی تیرسی این هم موجایی که بیشتر به شما گفتم موج اولی که از سنگ ببینیم یاده میکنه اینجا فشار میده این تراکم شده بازی نمی کنه تراکم با تراکم بازی نمی کنه موج اس به ایالته موج بعدی دور میده کتلر ریلوی که از لاویل این تا ستیه به سطح میده موج بعدی ایالت حرکت میکنه این دور میده کتلر این دو تا با هم دیگر ترکیبی حرکت میدن مثل یک موتر که به جریب به حرکت باشه این سمت هم تکان میخواد این سمت هم موتورهایی که در جاده های ناهموار سیر میکنن ساختمان ها تحت دو حالت تکان میده خیلی خطرناکه و شدید هم هست یا این هم نوع دیگه نمایش شماتیک هموار خب این دیگه شماتیک هموار